علم آدم الاسماء كلها. بحث در مسئله مراتب نزول فیض. بعد از اینکه مباحث سابق رو مفصلا صحبت کردیم، امروز صحبت در اینه که مسئله نزول فیض طولی است یا عرضی است، یا هم طولی است و هم عرضی است، و در صورت طولیت از طرف عالی به دانی است یا از طرف دانی به عالی است. چند مرتبه اینجا صحبت میشه. مرتبه اول در طولیت، که یه شخصی بگوید که نظام فیض از طرف عالی است به دانی به نحو طولیت، عرضی نیست. یعنی مرتبه عالی، بعد مادون عالی، همینطور خلوم مجرد تا میرسه به عالم ناسود. اینطوری اول مشیت الله، بعد جبروت، بعد ملکوت، بعد مثال، بعد برزخ، بعد ناسود. اینطور فیض اینجوری میاد پایین، از بالا به پایین، اونم طولی. عرضی نیست که بگیم همه در عرض هم، یعنی همون وقت که مشیت رو ایجاد میکند همون وقت جبروت ایجاد میشه. نه، جبروت بعد از مشیت، ملکوت بعد از جبروت، مثال بعد از ملکوت، برزخ بعد از عالم مثاله، ملک بعد از عالم برزخ. اینطور به این نه ترتیب داره، از عالی به دانی با حفظ مرتبه. یه دفعه میگیم نخه به نحو عرضیت، همه در عرض هم موجود میشن، نه اینکه اول عالی بعد دانی، نخه همه عرضی. فیض باری تعالی یتعلق و دفعتن به همه مراتب قابل، همه مراتب قابلن دفعتن به همه میخوره، همه در عرض هم موجود میشن. اینطوریه احتمال دوم. احتمال سوم اینه که نخیر، هم طولی باشد هم عرضی، هم به نحو طولیت محقق بشه هم به نحو عرضیت. یعنی هر مرتبه از مراتب وجود مستقیما به حق ارتباط داره و به طور منحنی هم با حق ارتباط داره. طولاً ارتباط داره که وسائل میخوره، عرضاً ارتباط داره که وسائل نمیخوره، مع الواسطه ارتباط داره، بلا واسطه هم ارتباط داره. دو تا ارتباطه، ارتباط مستقیم، ارتباط منحنی، دو جور ارتباط. ثالثتاً میگیم از طرف پایین به بالا هستش، اول مادون ایجاد میشه بعد مافوق ایجاد میشه. طولی هست ولی از طرف پایین به بالا. اینا احتمالاتیست که در باب اصل پیدایش فیض، که فیض میخواد محقق بشه چجور محقق بشه. البته این بحث بعد از اون بحثی که ما سابق بحث کردیم، گفتیم وجود حقیقتون واحد از زمرات مشککه، چون حرف قوم را قبول نکردیم، حرف مشا فلما باطل شد، حرف بعض المشا باطل شد، حرف متکلمین باطل شد، حرف عرفا باطل شد، فقط فرمایش فهلویون من الفلاسفه محقق شد که وجود حقیقتون واحد از زمرات مشککه. این بعد اینکه مطلب این شد، وقت بحث در این بود که این مراتب مشککه نحوه تحققش چجوره، طولیست یا عرضیست، یا هم طولیست هم عرضیست، یا اینکه نخیر از طرف عالیست به دانی یا از طرف دانیست به عالی. اینا احتمالاتیست که بعد از اون مرتبه، البته باید این احتمالات رو بدیم، بعد اینکه وجود حقیقتون واحد از اون مراتب مشککه. خب حالا حق بین این محتملات چیه؟ حق بین این محتمال نیست که طولیه، اون از طرف عالی بدانی. اول مشیت الله محقق میشه، باری تعالی یعلم و نظام احسن رو در مرتبه ذات قدرت هم داره بر ایجاد نظام احسن،
ارادم داره ایجاد نظام احسن رو، نظام احسن رو ایجاد میکنه. این ایجاد نیه، اولین مرتبه ایجاد همون جلوه اطلاقیه که عبارت از مشیته. خلق الله الاشیاء بالمشیه و خلق المشیته بنفسها، یعلم و یقدر و یرید و یعطی. این یعطی عبارت از همون اعطای مشیته. خلق الله الاشیاء بالمشیه و خلق المشیته بنفسها، تمام اشیاء به مشیت و مشیت به خودش. یعنی مشیت مستند به اسماء ذاتیه است. چون عالم است، چون قادر است، چون مرید است، جلوه اطلاقی که جلوه مشیته، که اون وجود سلسله محمدیین صلوات الله علیهم اجمعین، که نحن مشیت الله و خلق الله الاشیاء بالمشیه یکی، فرق نمی کنه. نحن مشیت الله و خلق الله الاشیاء بالمشیه. ببینید صغرا و کبراست. خلق الله الاشیاء بالمشیه، بعد میگیم نحن مشیت الله. نحن مشیت الله صغراست، خلق الله الاشیاء بالمشیه کبراست. پس همه اشیاء به توسط سلسله محمدیین ایجاد شده. پس اولین چیزی که ایجاد شده چیه؟ سلسله محمدیین، یعنی مشیت الله. بعد به توسیط این مشیت جبروت، ملکوت، مثال، برزخ، ناسوت. پس عالم تمامش به توفیل سلسله محمدیگی، به توفیل علی، به توفیل حسن، به توفیل حسین، تا آخر به توفیل بقیت الله العظم. نظام عالم مستند است، منتها الیهش مستند به مشیت، مشیت هم مستند به الله. پس اولین ظهور، اولین جلوه، جلوه مشیتی که این مشیت وجود مطلقی قید نداره، حیثیت تغییری درش نیست، وجود منطقه، وجود این ربط به حق، نه وجود استقلالی. ذات باری تعالی وجود استقلالی. این جلوهش چطوره؟ جلوهش هم اطلاقه، ولی ربط، اطلاق ربطی. ببینید اطلاق رو حفظ بکنید، اما قیدش عبارت از ربطه، نه این قید زائده بر وجوده. نفس وجود ربطه، نه وجودون و ربطون. وجودون هو عین الربط، اینطوری ها که تغییری در اونجا نیست. ذات باری تعالی وجودون هو عین القنا، این وجودون، مشیت وجودون، اما عین الفقر، عین الربط، این الحاجه، یه همچی وجودی. اینو میگه وجود مشیت. اما حالا اگر وجود قید پیدا کرد، اولین قیدی که پیدا میکنه قید عقلیه، میگه وجود عقلی، میشه عالم جبروت. یه پله میاد پایین، وجود نفسی، عالم ملکوت. یه پله پایین تر میاد، عالم مثال، نفس جزئی. یه پله پایین تر میاد، عالم برزخ، یعنی ماده برزخی پیدا میکنه. یه پله پایین تر میاد، ماده ملکی پیدا میکنه، عالم ناسور. پس فیض به نحو طولیت از ابتداش که عبارت از مشیت شروع میشه، به همین نحو به ترتیب میاد پایین تا میرسه به عالم ماده. اون وقت دلیل بر این مطلب چیه؟ این حرف ما چرا میزنیم؟ چرا این حرف رو میزنیم؟ این دلیل بر این مطلب امکان اشرفه، برهان امکان اشرف. برهان امکان اشرف معناش اینه، یعنی هیچ اخصی نمیشه که محقق بشه و بعد از او عالی محقق بشه. نمیشه که اخص پا برسه وجود بذاره ولی هنوز اشرف پا برسه وجود نذاشته باشه، ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه لازمه نیست که اشرف از اخص محقق بشه، نمیشه. ممکن نیست که قوی از ضعیف تحقق پیدا بکنه. پس اول باید قوی محقق بشه بعد ضعیف، اول باید عالی محقق بشه بعد دانی. اگه عالم ناسود محقق شده میفهمیم عالم برزخ قبلش محقق شده، برزخ محقق شده میفهمیم که عالم مثال محقق شده،
مثال محقق شده میفهمیم عالم ملکوت محقق شده، ملکوت محقق شده میفهمیم عالم جبروت محقق شده، جبروت محقق شده میفهمیم مشیت الله محقق شده. این دنیا که ممکن نیست که اخص محقق بشه، یعنی دانی محقق بشه و اشرف هنوز محقق نشده باشد. چرا؟ چرا نمیشه؟ چون لازمش نیست که بس عالی از دانی محقق بشه، این محاله. قوی از ضعیف محقق بشه، این نمیشه. معکوسش میشه، ضعیف از قوی میشود، اما قوی از ضعیف نمیشه. در عرض هم هم نمیشه بگیم آقا اینا همه در عرض هم از ذات باری تعالی، این صدور کثیر از واحده، ضعیف و قوی با هم نمیشه. بله، صدور کثیر از واحده. اول اون عالی میاد، بعد دنبالش متوسط میاد، بعد دنبالش دانی میاد، همینطور حل و مجرا. درست مثل انوار، مثل نورها به اصطلاح، نور عالی، بعد نور متوسط، بعد نور دانی، همینطور حل و مجرا. خب پس بنابراین دلیل ما بر این که از عالی به دانی است عبارت از چیه؟ امکان اشرف، برهان امکان اشرف و برهان استحاله تفره. تفره هم محاله، یعنی هنوز عالی محقق نشده دانی محقق بشه، یعنی یه فصلی بشه بین علت و معلول. علت هست، معلول اول نیاد معلول دوم بیاد، اون نمیشه. تفره محاله، یعنی اون واسطه نیامده زل واسطه اومده، اون نمیشه. تا واسطه تا مشیت نیاد جلوه جبروتی نمیاد، تا جبروتی نیاد ملکوتی نمیاد، تا مثالی نیاد برزخی نمیاد، تا برزخی نیاد ناسوتی نمیاد. اینطوری تفره محاله، نه از بالا به پایین تفره میشه، نه از پایین به بالا، هر دوش محاله. این واسطه نمیشه قطع بشه، اگه قطع واسطه شد فیض قطع میشه. پس بنابراین نتیجه این میشه که ما در باب تحقق فیض از باری تعالی قائل میشیم به طولیت، و معنای طولیت هم عبارت از این، اول مراتب عالی وجود محقق میشه تا برسه به دانی وجود. پس نظام ناسوتی کجا واقع شده؟ آخرین مرتبه نزول وجودی، آخرین مرتبه که مافوق او عبارت از برزخه. یه انسان یه پله بیاد بالا میاد تو برزخ، یه پله دیگه بیاد میتونه تو عالم مثال، یه پله بالاتر ملکوت، یه پله بالاتر جبروت. تو این زمین است که انسان ناسوتی باید یه کاری بکنه که خودش از ناسوت نجات بده، بیاد تو برزخ، برزخی بشه، بیاد تو مثال، مثالی بشه، بیاد تو ملکوت، ملکوتی بشه، بیاد تو جبروت، جبروتی بشه. همینجا ها، همینجا در اثر ریاضات سلسله انبیا و اولیا با ریاضات اونها، لبیل جاهدو فینا لنهدینه سبلنا، مجاهدی که کرد، جهاد که با نفس کرد، بالا میاد، میاد برزخی میشه، درهای برزخ براش باز میشه، میاد بالا درهای مثال هم باز میشه، میاد بالا درهای ملکوت هم باز میشه، میاد بالا درهای جبروت هم باز میشه. دعای شعبانی هم همینه میگه، یه این دعا رو باید بخونی که اینطوری بشی، فعنق ابصار قلوبنا به ضیاء نظر الیک حتی تخرق ابصار قلوب حجوا النور فتصل الى معدن العظمه. باید اینقدر بالا بیان که برسیم معدن العظمه. معدن العظمه کیه؟ همون مقام مشیتی که رسیده به جایی که مشیت متصل به مقام ذات ربوبیش، معدن معدن العظمه است دیگه. جلوه اطلاقی عبارت از این موجودی است که رسیده است به جایی که متصل به معدن العظمه شده، و تسیر ارواحنا معلقتا به عز قدسک فلا هسته او فسعق لجلالک. بل انسان ناسوتی برای ناسوت خلق نشده، برای اینکه این ناسوت ابتدای حرکتش باشه به طرف عالم مشیت، حرکت کنه، بیاد از عالم ناسوت بیاد بالا با جهاد، با مجاهده. مجاهدتون عقلیه، مجاهدتون قلبیه، مجاهدتون حسیه، سه تا جهاد باید بود. در عقلش باید مجاهده، در معارف باید مجاهده داشته باشه، جدیت کنه در فهم معارف، جدیت کنه در تحصیل ملکات فاضله،
جدیت کنه در تحصیل اعمال صالحه. سه تا جدیت میخواد. با استراحت نمیشه ترقی محقق بشه، با سعی و کوشش میشه. سلسله انبیاء آمدن بر همین جهت انسان رو به حرکت در بیاره، حرکت بکنه بیاد بالا، بیاد در افق مقرب. اصحابی که ائمه تربیت میکردن فقیه محض نبودن، که میگه فقها زراره فقط فقیه بوده است، نه، زراره من مقربینه. همینطوری که در فقاهت فوق‌العاده هستش، در معرفت اله هم فوق‌العاده است. مقربین قدرت از این موجودات هست که در معرفت الله هم فوق‌العاده هستن، در اسماء و صفات هم فوق‌العاده هستن، در سیر به عالم مجردات هم فوق‌العاده هستن. اصحاب قربن ها، درسته که اصحاب فقه هم. سلام علیکم و رحمت. درسته که اونها اصحاب فقه هم هستن، ولی اصحاب قربم هستن. فقیه به تمام معنا و قربم دار، نه فقیه منهای قرب، فقیه معر قرب. تربیت سلسله محمدیین صلوات الله علیه اجمعین اینطوریه، یعنی یه انسانی رو منظم میکنه در تمام قوا، قوای عقلیه، قوای قلبیه، قوای جوارحیه. درسته که ملا درست میکنه، مجتهد درست میکنه، فقیه درست میکنه، افقه درست میکنه، ولی افقهیش که از مقربینه. ببینید این مال حرکت دیگه، تا این حرکت نباشه که از مقربین نمیشه. سلسله مقربین کسانی هستن که داخل در این آیه مبارکه هستن، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. داخل در این آیه روایت شعبانیه، دعای شعبانیه هستن، و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الی، داخل در این هستن. خب پس بنابراین بحث با اینجا منتهی شد که نزول فیض از عالیس بدانی به نحو طولی، اما ارزش تو خیر، طولی ارزش تو خیر، ارزی تنها خیر، طولی از طرف پایین به بالا اونم خیر. یعنی چند تا مقاله باطل میشه، مقاله ارزیت باطله، مقاله طول و عرض با هم باطله، مقاله طولیت از طرف پایین به بالا باطله، مقاله صحیح که پنجمین مقاله است نیست که از بالا به پایین، اونم طولیت. خب از این مبحث هم گذشتیم. ببینید تا حالا دو تا مبحث اینجا در عرفان بحث شد، یکی مبحث اصل این که ماه و نازل چی هستش، یکی این که این نازل مرتبه داره یا مرتبه نداره. این دو تا مطلب. مطلب سوم مراتب وجود است که ایشون در مراتب وجود هم بحث کرده، که مرتبه اصل وجود، مرتبه نحوه نزول وجود، نحوه مراتب. خب لل وجود مراتب. مرتبه اولای وجود چیه؟ مقام هویت. قل هو الله احد. هو مقام هو، مقام هو مقام وجودی است که لا اسم له ولا رسم، اسم رسم نداره. حقیقت الوجود بلا اسم ولا رسم، در اونجا حیثیتی لحاظ نمیشه، هیچ حیثیت اونجا ملاحظه نمیشه. کنتو کنزن مخفی، یعنی اینطوری کنز مخفی است، کنز پنهان است، یعنی هیچ حیثیت اسمی و رسمی و این حرفا اونجا لحاظ نمیشه، کنزن مخفی. این مرتبه اولای وجود، مرتبه غیب الغیوب، مرتبه هویت، یا هو یا من لا هو الا هو، این مقام، مقام هویت. بعد از این مرتبه که مقام هویت، مرتبه احدیت، یعنی یرا ذاته و ذاته، علم ذات به ذات، ملاحظه این اسم، ملاحظه حضور ذات برای ذات. این ذات بلا اسمن ولا رسمن، اولین اسم و رسمش عبارت از یرا ذاته و ذاته، ذات ذات رو مشاهده میکنه، شهود ذات نسبت به ذات، که اینو میگیم علم ذات به ذات.
علم ذات به ذات، این مقام مقام احدیته، فقط همین لحاظ، اونم لحاظ اجمالی، علم ذات به ذات به نحو الاجمال، به نحو الاندکاک، این مقام مقام احدیت. خصوصیات لحاظ نمیشه اینجا، اگه خصوصیات لحاظ بشن وقت مقام واحدیت میشه. پس هویت، بعدش احدیت، بعد از احدیت واحدیت، مقام واحدیت. واسه این مقام مقام مربوط به ذات، یعنی ذات یرا ذاتهو به نحو تفصیل، کمالات ذات میخواد بینه این کنز مخفی، این کنز چیه؟ یعنی تمام العلم، تمام القدره، تمام المحبه، تمام الصبر، تمام البصر، تمام الحب. ذات یرا ذاتهو تفصیلا انه علم قدرت سمع بصر کلام ارادت. یعنی شهود ذات نسبت به ذات، اون هم تفصیلی، که در این تفصیل وقت تمام معلومات اونجا مشهوده، تمام مبصرات اونجا مشهوده، تمام مسموعات اونجا مشهوده، تمام مقدورات اونجا مشهوده، تمام مرادات اونجا مشهوده، در هم مرتبه ذات. همون هفت صفت توی همین قسمت بله، پس میشه این ذاتشون. تمام تعینات این هفت صفت که عبارت از معلوم است و مقدور است و مبصر است و مسموع است و چه تا آخر، همه اونجا معلومه. شهود ذات نسبت به ذات تفصیلا، اون چه که بعدها در عالم محقق میشه همه اونجا محقق است. اون محققات اونجا محققات اینجا میشه، تا اونجا محقق نباشه اینجا محقق نمیشه. تا شما پسر در عالم علم باری تعالی نداشته باشی اینجا محقق نمیشه. اون چه در اونجا هست، قد علم اولو الالباب انما هنالک لا یعلم الا بما هاهنا، اونجا چون اونجا هست اینجا محقق میشه، اگه اونجا نباشه اینجا محقق نمیشه. اون وقت این علم رو میگیم علم ذات به ذات تفصیلا، که مقام واحدیت، تعبیر به مقام واحدیت میکنیم. هویت به نون اسمار از بود، احدیت به نحو اجمال ذات ذات رو میدوند، مقام واحدیت به نحو تفصیل، تفصیلا ذات ذات رو مشاهده میکنه. اینم مرتبه، مرتبه واحدیت. مرتبه بعدی مرتبه الهیت، که مرتبه ایجاده، که اوجده، همون چیزی که مشاهده کرده در مرتبه ذات از نظر علم و سمع و بصر و اراده و چه، در عالم جلوه ایجادش میکنه. اون در مرتبه ذات بود، حالا میاد در مرتبه جلوه، در مرتبه فعل، در مرتبه فعل ایجاد میکنه. مقام الهیت ایجاد کردن معلومات در مرتبه ذات است، مقدورات در مرتبه ذات است، مبصرات در مرتبه ذات است، مسموعات در مرتبه ذات، تمام مسموعات در مرتبه ذات را اوجده هو، تمام معلومات را اوجده هو، تمام مقدورات را اوجده هو، همینطور اوجده هو، کل مجددات و مادیات مقام الهیت. پس بنابراین مسئله الهیت دنبال مقام واحدیت، هویت و احدیت و واحدیت دنبالش الهیت، تا اون ستا نواشه الهیت محقق نمیشه. این مرتبه، مرتبه چهارمه، هویت و احدیت و واحدیت دنبالش الهیت. خالقیت اینجا بس میشه، صفت بله، خالقیت خداوند، خالقیت بعد مقام الهیته، خالقیت مقام، منطقه این خالقیت یه قسمش از الهیت. تارتن ایجاد مجردات میشه، اخرى ایجاد مادیات میشه، همه اینها داخل در الهیته، چه اوجد الالهیه مجردات، چه اوجد الالهیه مادیات، فرق نمیکنه. تمام اینها عبارت از مقام الهیته، مقام اعطای، مقام ایجاده، ایجاد مشیت، ایجاد جبروت، ایجاد ملکوت، ایجاد مثال، ایجاد برزخ، ایجاد ناسوت. حالا چه موجودات بسیط ایجاد کنه، مجردات ایجاد کنه، الهیته، چه موجودات مرکب عالم طبیعت ایجاد کنه، اینها هم عالم الهیته. منتها الهیت تارتن به نحو بساطته، که
به نفس اراده محقق میشه، تا اراده تعلق گرفت محقق میشه. اون را به نحو تربیت رب العالمین مربیست، یعنی مشیت ربوبیه. اراده کرده اما اراده ربوبیست که به تدریج باید محقق میشه. عالم ماده است، عالم ماده حرکت میخواد، عالم ماده ترتیب میخواد، تنظیم میخواد. نمیشه یه دفعه فرض کنید به اینکه انسان ایجاد کنه. اون ماده اولا حرکت میکنه، ماده ثانیه میشه، ثالثه میشه، رابعه میشه، همینطور حلوم مجر را میاد تا میرسه به نبات، تا میرسه به حیوان، تا میرسه به انسان، وقت میشه انسان درست میشه. بخلاف مجرد، مجرد نفس اراده کافیش. در باب مجردات میگیم اراده عقل اول محقق میشه، اراده عقل ثانی محقق میشه، ثالث همطور محقق میشه. اونجا دیگه ماده نمیخواد، اونجا دیگه حرکت نمیخواد، اونجا دیگه شرط نداره، شروط اونجا نیست، معدات اونجا نیست. در عالم مجردات معدات نداریم ما، در عالم مجردات شروط نداریم ما. نفس امکان ذاتی کافیست در تحققش. همین که عقل ممکن است تحققش، تحقق اینطوری ها. فاعل تام است، قابل هم که نفس امکانش کافیه، تحقق میشه. پس عقل اول محقق میشه، دوم محقق میشه. اما با عالم ماده که میرسه نه، معدات میخواد، بدون معد نمیشه. شرایط میخواد، بدون شرایط نمیشه. رفع المانع میخواد، بدون رفع المانع نمیشه، با مانع نمیشه. اگه یک موجودی در مقابلش یک موجودی مانع باشه، خب محقق نمیشه. باید این مقتضی باشه، مانع هم نداشته باشه. پس هم مقتضی میخواد، هم موعد میخواد، هم شرط میخواد، هم عدم المانع میخواد، تا یه روز قابلیت از برای اون صورت نوعی محقق بشه، بعد صورت نوعی از موادی عالیه محقق بشه. اونام به نفس اراده دانه دانشون محقق میشن. خیلی با مجددات فرق نمیکنه. ترتیب، به نحو ترتیب، به نحو ترتیب با نفس اراده، یعنی تدریج باشه، تدریج هم یعنی تدریج هم با نفس اراده. اون درجه درجه هر ارادهی نفسش مخلوق شدیه، یعنی با تدریج هم فرق نم. تدریج هم مثل خونه که شما مخواهی بسازید نمیشه دفعه، اما در مجردان دفعیه. عقل اول یا آقای این سر عقل اوله، این هم دم بشه، این هم شکم بشه، این هم روزشه، اینطوری نیست. اینجا دفعیدی، اینجا تدریجی. یه امر بسیطی. ارادتا، صورت ذهنی که شما واقعا ایجاد کنید در ذهنید، اینطوری نیست که از صورت رو باوری میاری میزنی این برای ذهنید. ریششو میذاری اون برای، پاشم میذاری اون برای، اینا رو به هم متصل میکنی. اراده میکنی، صورت پدر در ذهن حاصل میشه. در عالم ماده اینطور نیست. با اراده محقق نمیشه. اراده تربیتی میخواد. معنی اراده تربیتی تدریج، تدریج میخواد. با تدریج. خود انسان هم همینطوره. این انسان بخواد آدم بشه، دفعتاً نمیشه آدم. تدریجیه. آدم تدریج. حالا بعضی ها تدریجش هم کنار میتونن. آدم نمیشه. 100 سال دنیا باشه آدم نمیشه. بلکه روی پایین هم میره. حیوان میشه. میشه خیلی. تمام پرمان دو عصای ممالک جز حیوانات، یعنی حرکت نزولی دارن، حرکت صعودی کردن، حرکت نزولی دارن. حرکت نزولیشون هم در تحقق ملکات حیوانی. اگه حیوان فرض کنی یه ملکه داری و همه ملکات رو پیدا میکنی، یه انسانی میشه که هم شیر است و هم گاو است و هم پلنگ است و هم همه چی. انسان میشه همه چی است. حالا این پلنگه فقط پلنگه دیگه، یه شیر نیست. شیره شیره، فقط پلنگ دیگه نیست. اما این انسان میشه هم شیر، هم پلنگ، هم گاو، همه چی میشه. در خوراک گاوه، در شهوت گاوه، شطور، گاو، پلنگ که اسمی میزنه همین. یعنی خلاصه جامعه تمام رذایل حیوانی اینطور. این حرکت یه همچه حرکتی، حرکت نزولی، کثیف‌ترین حرکت نزولی. واقعا اینطوری. خدا نکنه که انسان در این صراط نزول بیفته، در طریق نزول بیفته.